راجب این موضوع مهم مشکلات جهان و راه حل‌های پیشنهادی برای اون خدمت شما عزیزان باشم و چند دقیقه اجازه عرض بکنم. به بسیاری مشکلات شما عزیزان خودتون آشنا هستید، فقط منظور اینه که فهرستوار چند کلمه عرض کنم و بعد با هم گفتگو بکنیم. این که با اجازه شما من فقط اول چند خاطره که دارم، خاطره باز دور مدت باشه، مثلا چند سال قبل یا مثلا چند هفته قبل هم میشه خاطره بشه. خاطره هم دو سه روز گذشته است، در یکی دو هفته گذشته، اونو خدمتتون عرض بکنم و بعد حدود نیم ساعت وقت شما رو میگیرم که با اجازه ناظر محترم اقلا نیم ساعت وقت داشته باشم برای گفتگو و سعی میکنم که وقت رو من رعایت بکنم. عرض کنم بعد از این که چند روز قبل نماینده هیئت محترم به من تلفن کردن و خواستن که راجع به موضوع صحبت بکنم، از من خواستن که به بعضی از دوستان ایرانی هم که میشناسن ایمیل بفرستم و اونها رو دعوت بکنم. ایمیل کوتاهی که علاوه بر دوستان بهایی از دوستان غیر بهایی داشتم خدمتتون فرستادم و یکی از این دوستان جواب داد. اینه که من خواستم جواب اون دوست رو که امروز نیستن بین ما اول با اینتون در میون بگذارم. ایشون گفتن که اگر هم شما راجع به بهایت صحبت نکنید ولی چون در یک محل بهایی صحبت میکنید من نمیام. من جواب دارم که بهاییان منظورشون اتحاد و محبت بین تمام ادیان و جستجوی حقیقت به طور آزاد هست. اینه که من خیلی خوشحال میشم که شما بیاید و هر مطلبی که دارین ارائه بدید و بگید و راهنمایی بکنید و من هم اگه احیانا چیزهایی گفتم با هم در میون بگذاریم. ایشون جواب دارن که باز هم جواب دادن، جواب دارن که در قدر عذر شما بدتر از گناه هست. یعنی که شما دین که تمامش خرافات و تعصبات اینا هست، شما ودید از این دین پرخرافات یه خرافه جدید درست کرد که اسمش گذاشتین تحریف حقیقت و وحدت عالم انسانی. این هم خودش خرافات، از اونها بدتره، چون اقلا سایر ادیان میدونن که چه میدونم امامشون رفته تو چاه و چه میدونم چین چیزا اینا، ولی شما که اینا رو نمیگین یه دین قلابی ساختید. برای این نظریشون من گفتم به هر حال من وقتم آزاد هست و هر موقع دوست دارید با کمال افتخار میام با هم صحبت بکنیم و هر موردی که شما دارید بگید. ایشون من که تو وقتت آزاد هست ولی من وقتم گرفته است. من دیگه نمیتونم چی جواب بدم. ایمیل سومی بود که رد اومده شد. یک مورد دیگه هم عرض کردم به خدمت ایشون اینه که سالهای سال بشریت به طور کلی و ما جامعه ایرانی به خصوص با دویت، دشمنی، عدم یگانگی با هم بودیم. حالا شما هم که حرف جدیدی دارید چه بهتر که با هم دیگه مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم، بجنگی جمعی، حتی مثلا تو ایمیل جمع دعوا بکنیم، جمع دعوایی نداریم که اینا. برحال اینجا این مسئله به این ترتیب خط شد. دوست دیگه با هم صحبت میکردیم، گفتن که اون موردم عرض بکنم، گفتن که شما چرا در این مجمع ایرانیتون بیشتر غیر باهایی رو دعوت میکنید صحبت بکنم، باهایی رو دعوت نمیکنید. بنده عرض کردم تو خدمتشون که چه بهتر که دوستان غیر باهایی که باهایی نیستن دعوت بشن و هم ما از نو یاد بگیریم و اگر ما هم چیزی داریم مثل این لوح زیبایی که زیارت شد، مثل مناجات قشنگی که دوست عزیزم جناب سوپانی تلاوت کردن، اینا رو با اونا ارائه بدیم و با هم در میون بگذاریم، چه بهتر از این؟ مگر دستور اصلی دیانت بهایی معاشرت با تمام ادیان با محبت و خلوص نیست؟ مگر غیر از این هست اصل دیانت بهایی؟ مگه غیر از این از اصل دیانت بهایی که وحدت عالم انسانی میخواد، که تمام قوم‌های مختلف با عقاید مختلف با فکرهای مختلف زیر این خیمه
وحدت به یانگی جمع بشن. این رو هست که میکنم چون من چون ملاقات سومی داشتم در این هفته گذشته، یکی دو هفته گذشته، با دوست عزیز دیگه که خیلی در مورد ایران مثل همه ما خیلی خیلی دوستان نگران بودن، ناراحت بودن و لعنت میفرستادن به این اون. البته ایشون فقط لعنت فرستادن به این نفر، اب نداره بگی بسشون، گفتن که لعنت به جیمی کارتر، میشناسید خودشونو که این بلا رو به سر ما آورده این کاری کرد. بنده خدمتشون عرض کردم که امکان داره جناب فلانی که یک مقداری شاید در اون موقع هم استبداد بوده در مملکت و عده‌ای برای اون استبداد مبارزه میکردن و یه مقدار زیادیش هم شاید 70-80% به علت تعصبات و خرافات عجیبی که مملکت ما رو گرفته که امروز میرن دم چاه چی؟ چمچران؟ چمچران از این حرفا نامه می نویسن، نامه می دزن و عرض کنم که از امامش رو بخوان که بعد از 1300 سال از تیپ چا در بیار بگه. بعد سپاه پاسدارانشون، بله آقای خادم برای من ایمیل رو فرستادن، میگه که سپاه پاسداران در روزنامه رسمیشون، بعضی حتما دیدید ها، روزنامه رسمیشون نوشتن که گویا امام معتاد شده و اینه که شما در نظر بگیرین. حالا یک عده زیادی معتادا میرن چهشیش و فلان هنچه دارن میرزن تو چاه. شما فکر نمی کنید که یه علت اصلی شاید این خرافات و تعصبات وحشتناک هست که مملکت ما رو گرفته؟ میلیون ها نفر رو، این فقط محدود به یکی دوتا ده دو بیستا نیست، میلیون ها نفر رو گرفته و هنوز هم هنوزه. و شاید یک مقداری هم، 5-6% هم از انگلستان بی بی سی تیرش رو گرن، نه؟ اونا مرتب پیغام بفرستن و فلان که حرفای امام پخش میکردن. شاید اون آقای جیسکار دستن در فرانسه که این آقای امام اونجا بودن، ایشون هم شاید یه رولی داشتن که بس این چون تمام حرفایشون رو پخش میکردن، از پیام بفرستن، میرفتن، میمدن. پس اگه اینجوری هست شاید من قبلا بعدش از ایمیل رسانه برایشون شاید 80% با خود ملت ایرانی که این بلا رو خودمون به سر خودمون آوردیم، یه 10% هم بی بی سی، یه 8% هم جیمی کارتر، یه 2% هم جسکاردستن. شاید اینجوری بخواید اثباتش بکنیم بین اینها. ایشون گفتن که من واقعا تعجب میکنم به شما مثلا تحصیلات داری ولی فکر این کوتاه و کوچکه. اینه که بنده دیگه عرضی نداشتم بعد از این بیان ایشون. فقط این عرض بکنم که این خصوصیت به خصوصی که به خصوص در این مرحله آخر ذکر کردم به خصوص برای این هست که همگی در نظر داشته باشیم که بسیاری از روانشناس ها که وضع ایران و ایرانی رو بررسی میکنن، به جان دکتر آصف که در بیانات بسیار زیباشون در سال گذشته در کنفرانس شیکاگو فرمودن، اینه که در فکر ما توطئه و توطئه‌گری و خودمون هیچ در تاثیر نداریم، همش تاثیر خارجی هاست، اینه که از مسائل بسیار بغرنج ایرانی است که در مغزش جا گرفته و تا حالی حل نشه مسائل دیگه ما حل نمیشه. چون ما باید مسئولیت قبول بکنیم، ما باید داریم مسئولیت بسیار زیادی با خود ما هست، تا این قبول نشه، تا این روشن نشه، این بدبختی ما ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. در خاتمه این قسمت عرض کنم که باز من عرض کردم خدمت اون دوست عزیز که مطمئن باشید که این وضعی که به ایران پیش اومد هیچ وقت در سوئیس پیش نمیاد، چون ملتش آگاه هستند، چون ملت روشن هستن. توجه میکنیم؟ اینا همش مقدمه بود. من تازه میخوام وقتم از حالا شروع بکنم. حالا عرض کنم که در
یک مجله تایمز من امروز دستم گرفتم. تاریخش هست 6 جون 2011. امروز چندامه؟ 6 جون نشه کاملا 10 روز زودتر مجله میفرستن. عنوانش هست The Optimism Bias، یعنی خوشبینی. موضوع خوشبینی و بدبینی، موضوع خوشبینی و بدبینی است. حالا من قبل از اینکه این فهرست عرایض رو عرض بکنم که خیلی مختصر میخوام بگم که شما چند نفر از شما ازم فکر میکنید که وضع دنیا وضع دنیا الان مسائل خیلی داریم، ریسشن، دیپرشن، وضع اقتصادی خیلی بده، جنگ و جدال و عرض کنم که سیویل وار و یعنی جنگ‌های داخلی بین خود ملت‌ها، جنوساید، جنوساید فارسی دارین لغتشو؟ نسل‌کشی ها رو بگه اومان در ایران هم هست، بگه در سودان به خصوص بجای خیلی وحشتناک‌تر، بدتر از ایران اینها، و نقض حقوق اولیه انسانی که به خصوص به انواع و اقسام در ایران می‌بینیم، و هزارها مسئله دیگه در دنیا هست. چند نفر شما از هم فکر میکنید که این مسائل تا 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه هم همچه خواهد بود و شاید بدتر هم بشه؟ فکر میکنید چند نفر فکر میکنید؟ چند فکر میکنید 2 سال دیگه خیلی بهتر میشه مثلا؟ این یک سوال بودش که جواب داری در اینجا. سوال دوم اینه که چند تا از شما عزیزان فکر میکنین که وضع خودتون و وضع بچهاتون حالا هرچی که هست الان تا 1 سال 2 سال دیگه بهتر میشه؟ دستم بلند. راست بگین ازم وضع خودتون، وضع بچهاتون حالا خودتون بچهاتون هرچی که هست بچه ها رو میدونم، وضع خودمو نمیدونم. خودتون نمیدونم. خب بچه ها خوبه، بهتر میشه. خیلی دستم بلند کردین، ولی خب بعضی هم میخواستم بلند کنم روشو نشد. عرض کنم که این مقاله خیلی جالبه. این بررسی روانشناسی که میکنه میگه که خوشبختانه ما همه افراد بشر مگر اینکه کسی مریضی بدبینی داشته باشه خوشبینیم، درست؟ برای اینکه هر جایی که وضعون باشه همان فکر میکنیم که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه از اون بهتر میشه، وضع بچه همون هم بهتر میشه. یه خورده برای دنیا، ولی اون امیدواری که از خودمون داریم از دنیا نداریم، ولی خب دنیا از برای شماست. مقاله هم نمیگه، میگه که وضع دنیا و امریکا و ایران و فلان شد همه فکر میکنیم خیلی هم میگن بدتر میشه، ولی خودمون میگه بهتر میشه. باز میگه اینم جای امیدواری است، چون اگه غیر این بود دیگه نمیخواستیم زندگی بکنیم، همین خواستیم آخر اون رو باشه دیگه. خب هی بدتر میشه و بعضی وقتا که بدتر میشه بس چرا اصلا زنده هستیم؟ ولی خوشبختانه در مغز انسان، مغز اینام کشیده، در مغز انسان یک ترشحاتی هست که تا میخواد خراب بشه خودش درستش میکنه. عجیب داستان پروردگار و زندگی خیلی جالبه. خود هی میخواد بدبینی بشه و خودش درست میکنه. مگر اینکه خود آدم مریض باشه، یک بدبینی عجیبی باشه که اون حتما میگه باید بره دکتر. ولی همه شما عزیزان خوشبینی برای خودتون، برای فرزندانتون و انشالله برای دنیا، و این دید بهایی است. دید بهایی اینه که در حال حاضر مسائلی داریم، ولی آینده دنیا چیه؟ عصر ذهبی است. اشتباه، عصر ذهبی، عصر طلایی است. زمان طلای بشر خواهد رسید. این که خواستم نتیجه رو که عصر ذهبی هست که من تو عرض بکنم و بعد بپردازم به فقط ذکر عنوان مسائل. شما میدونید که از دهه 1970 در دانشگاه های رشته جدیدی شروع شد به تدریس، که من در آخر دوران تحصیلم گرایش کردم به اون دوره و به اون سمت، و اون عنوانش از گلوبالیسم و آگاهی به مسائل جهان. این برای اولین بار در دهه 70 در دانشگاه ها شروع شد، و اتفاقا دانشگاه جورجیا که من می رفتم یکی از اون
از پیش کسبتان این زمینه بود World Order and Globalism و باز میدونی که در دیانت بهایی بس چی میگیم؟ نظم چی؟ جهانی نظم جهانی بدی نظم بدی، نظم جهانی ما باز نظم بدی میگیم و این اصلا عنوان World Order و Globalism یه من 1970 بیشتر از 100 سال بعد از ظهور به حالا در دانشگاه شروع شده که شروع کردم به تدریسش و تحقیق در این مورد که اینم خودش خیلی جالب است. باز اگه شما در امروز دیگه دوره وقت اینترنته به دانشگاه و رشتن کار نداشته بشه شما اگه برید توی اینترنت بزنید Global Issues The Critical Problems of the World Problem of the World Problems of the World World Order صدها مقاله، صدها ویدیو میاد به افراد متخصص و غیر متخصص که در این موارد دارن فکر میکنن و در این موارد تحقیق میکنن در مسائل رو دارن بررسی میکنن امیدوارم اگر لطف بکنید شاید حدود با همکاری آقای اسکویی حدود 30 ویدیو من داشته باشم که در همین زمینه هم گلوبالیزم و ورلد اوردر هم از دید جهانی و هم دید غیر بهایی و هم دید بهایی بررسی کردن که در یوتیوب هست که اگه فرصت بکنید چون در این چند دقیقه فرصتی نیست که اینا مطالب بررسی بشه فقط عنوانش عنوان بعضی رو ذکر میشه اونها رو نگاه بکنید حالا خدمتتون فقط بعضی از این مسائل رو که دنیا باش گریبانگیر هست ذکر میکنم و این را هم با کمال خوشحالی عرض میکنم که صدها مؤسسه مختلف هستن که در صد سراسر جهان که برای حل این مسائل دارن جستجو میکنن، دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و اون هم با خیلی جای خوشبختی هست برای همه ما یکی از این مسائل که در جلسات صبح که در اینجا بود من ذکر کردم و اینجا مختصر ذکر میکنم موضوع جمعیت در صد جهان هست من فقط جمعیت رو از وقتی خودم دنیا آمدم تا حالا ذکر میکنم 1940 اول جنگ جهانی وقت تولد من و بعضی از دوستان مثل هست فکر میکنید جمع دنیا چقدر بود؟ 1 میلیارد 2.3 میلیون 2.3 میلیون الان چقدره؟ حدود 7 بیشتر از 7 میلیون 7 ماه 1 میلیون الان آخرین رقم رو دیدم یعنی بیشتر از 3 برابر شده فقط در دوره زندگی من جمعیت جهان 3 برابر شده و جهان فعلی با وضع فعلی با وضع فعلی وضع که درست میشه خیلی شده درست میشه با وضع فعلی امکان نگهداری و غذا دادن، منزل دادن و وضع بهداشت و تمام موضوعهای دیگه که انسان احتیاج داره امکانش در وضع فعلی نداره میتون داشته باشه با همین جمعیت هم ولی با وضع فعلی نداره پس این یکی از مسائل مهم جهانی هست ولی با وجود که مسئله رو ذکر میکنیم باز بگیم که در 50-60 سال گذشته به خصوص یک ارگان یک قسمتی از سازمان ملل مشغول فعالیت در همین زمینه بودن و جای خوشبختی است که ذکر بکنم به خصوص در خاورمیانه که ما باش آشنا هستیم به عنوان مثال متوسط تعداد فرزندان یک فامیل فکر کنید در 50-60 سال پیش موقعی که من دنیا آمدم چند نفر چند تا بوده متوسط 6 میگن 6-7 در تمام خاورمیانه که ایران 4-5 بوده ولی در خاورمیانه کلی بین 6-7 فرزند داشتن هر خانواده ولی در 2-3 سال گذشته بررسی کردن شده 3 تا بچه در جمعه این خودش مشکل بسیار بزرگی هست این یکی از مسائل اساسی دنیا داره حل میشه با فعالیت خیلی دوستان ما در سرتاسر دنیا به خصوص سازمان ملل این هستش که ما به سازمان ملل خیلی اهمیت میدیم و از ابتدای سازمان ملل به دستور حضرت شوقی راهنمای جامعه بهایی ما در سازمان ملل فعال بودیم و هنوز هم هستیم
به عنوان non-government organ organization یک گروه غیر سیاسی هست. مسئله دیگه که خیلی حاد هست و بسیاری از محققین در مرحله اول مسائل دنیا قرار میدن موضوع محیط زیست هست. محیط زیست حالا هر مسئله که ما ذکر میکنیم یک مسئله گروهی و جهانی از یک مسئله فرعی فردی. حالا از من و بعضی از دوستان که گذشته ولی اونا که اول کارشونه بدونن که اگه دنیا به طور متوسط هر فامیلی دو تا بچه داشته باشه وضع دنیا جمعیت سقوط خواهد داشت. بیشتر باشه شما مسائل دنیا کمک میکنه. پس این مسئله حل شدن جوان ها خودشون میزن مسئله حل کنند. مسئله محیط زیست، مسئله نظر جهانیش چیه؟ اینه که این ماشین های هشت سیلند که خیلی داره میشینیم، نه؟ ماشین های گازوئیلی، خیلی من ماشین گازوئیلی هست عرض که ماشین خوشبختانه توی این مملکت که الان ما داریم چی بهش میگن؟ امیشن معاینه فنی هست و خیلی مملکت ندارن بله؟ و این موضوع که ما اجباری داریم انجام میدیم ولی خیلی انجام نمیدن و اینو در سطح جهان افرادی که برای این موضوع رو مهم میدونن دارن انجام میدن. حالا از نظر فردی اگر من احتیاج ندارم امروز برم مال یا امروز برم این مغازه نرم، اولا که چی؟ از اینجا میره تا دم این مال $5-6 پول بنزین بده، نه؟ خوشبختانه بنزین گرون شد. ولی که هستی گرون هم نشه هر روز داریم صدمه به این اوزون لایر میکنیم و این چیزی که و این میگن که ترتیب میشه که این نور خورشید برای تابیدن به تابیدن مناسب به تمام اشیا و گیاهانی و این حرفا و اینها صدمه دیده و صدمه بیشتر میبینه و وضع رو به طور خیلی بغرنجی الان داره کرده و میکنه، هم نظر گیاهان و هم نظر حیوانات، هم نظر دریا، هم نظر نظافت، هم نظر از هر نظر که فکر کنید صدمه بسیار از عجیبی داره از دود گازوی از این مسائل که مربوط به محیط زیست هست. باز نظر فردی، یک نظر ماشینه، یک نظر ضایعات که ایجاد میشه. الان همه ریسایکلینگ داریم، نه؟ همه گناه ریسایکلینگ بعضی مثلا بعضی جاها بس که بعضی همسایه نیبرهودها میگن که شما اگر $15 در ما بدید میتونید ریسایکل داشته باشید، ندید میتونید $10. هنوز بعضی جاها اینجور هست یکی دیگه همه جا مجبوری اجباری اینجا نمیدید. ولی اگر که اینطور هست این $5 اضافه را حتما بدید و ریسایکل حتما بکنید. یعنی هر چیزی که میشه که ریسایکل بشه ریسایکل بکنید، چون این کمک بسیار عجیبی به محیط زیست میکنه. این باز وظیفه فردی ماست و فردی ماست. هر سال، هر ماه، هر هفته میلیون ها تن آشغال جمع میشه و نمیدونم با چیکار بکنم، نمیدونم الان دارم چیکار میکنم، ولی سالهای سال میفرستم به مملکت فقیر یک میلیون دلار، دو میلیون دلاری به نیجریه برابر تو افریقا میدن و میرن کامیون کشتی خالی میکنن. این که باز وظیفه هر فرد ما هست و هر فرد ما میتونیم هر فرد ما بتونیم وظیفه خودمون انجام بدیم، درست؟ از نظر جمعیت، کنترل جمعیت، از نظر محیط زیست، همه اینا یه وظیفه فردی است، یک وظیفه اجتماعی است که خیلی مهم است. موضوع حقوق بشر دیگه همه ما ایرانی‌ها بهتر از همه می‌دونیم، نه؟ که چه بلایی به سر ملت ایران هر کسی به عنوان مخالف بود آوردن و میاد، کمونیست و مجاهد و بهایی و دیگه حالا آخرش چیه؟
سنی و کرد و سنی کرد و جوخ و محفوظ و اینا ترک و اینا بلوچ و چینا و حالا دیگه رنگ سبز یعنی 70% خودشون نه؟ بله 70-75% خودشون اینها رو شکنجه میدن زندان میکنن تجاوز جنسی میکنن میکشن میگن هر 6 ساعت 7 ساعت یک نفر اعدام میکنن که ترس رو بین بشر باشه بله. میگن در سال قبل از مرگ خمینی حدود 18,000 نفر در زندان اوین گویا به نام اوین بودن برای دولت در اون موقع مسئله بودش که یکی موضوع حفظ اونها و یکی جاشون و یکی اینکه حتی محاکمهشون اینا همه مسئله است و مشکله یعنی که امام دستوری دادن چی بود؟ گفتم بکشونشون گفتم آخه ما اینا رو محاکمه نکردیم گفتم اب نداره اگر که بیگناه هم میرن بهش اگر گناهکار هم میرن جنگ به روایت 18,000 نفر ولی آماری که من دیدم 4,800 نفر است دیدم که قتل عام کردن در ظرف یک ماه و تمام اینا رو در یک گور انداختن باز ما چون ایرانی هستیم و از ایران میدونیم فکر میکنیم این دیگه از این بدتر نمیشه ولی دورور ما از این بدتر هم هست نه؟ شما طالبان و آقای اسامه که مرحوم شدن اخیرا اینا خبر دارین ها وضع تدینی بود که همچون هر روز هر امامی هر چه آیت اللهی وظیفه داشتش که هم تفسیر دستش بود و مثل قرون وسطا اروپا هم همجور بوده دستش شهر بشن قریه و قریه هر کی نمیخواست دوست داشتن نمیخواستن حرفی زده بود نفع میورد تو میدون و همونجا قتلام میکردن تیربارون میکردن باز با هم منفی دیگه مثبتش هم بگیم شما میدونید که در افغانستان در 2001 بعد از حمله امریکا این قبل از حمله امریکا جمعاً کمتر از 1,000,000 نفر شاگرد مدرسه و دانشجو در تمام از نظر افغانستان که شده حدود 20,000,000 جمعیت داره فکر کنم بود 20,000,000 و تمام اینها هم اکثر قریب اتفاق از پسر بودن بله ما هم گذشته باز در تایم حالا من باز شده شدم وقت دارم تایم میخونم شهرناز میگه چه نقدر تایم میخونی چیزای خوبی توش می‌نویسه شهرناز عرض کنم که یک بررسی خیلی جالب بودش که الان بعد از 10 سال فکر کنم چند نفر دانش محصل در مدرسه های افغانستان هست 3,000,000 6,000,000 و نصف اینا دخترن این ترقی عجیب بشریت نه؟ و بعضی وقتا هم بس ممنون باشیم به اونهایی که دارن این جونشون رو فدا میکنن و به هر منظوری باشه نتیجهش همچین نتیجه شده باشه یا بقید دستمون با جنگی بود که این جنگ خوب نیست و خیلی وقت خیلی صدمه میاره اکثرا بده ولی همه همیشه بد نیست به نظر من نه من چه کار هستم نه به نظر من به دستور هست به حالا که در زمانی که دولت جهانی فدرال گورنمنت بله به دینا بشه اگه کسی باشه که مثل صدام حسین باشه باید بریم سراغش چون اون دنیا رو از بین میبره شما میدونید که در 30 سال صدام حسین این فرد قصیر قبل چقدر غیر از جنگ ایران عراق که 1,000,000 فلج و کشته به ایران داد 300,000 به خودشون داد در نظر 30 سال فکر کنید چند نفر رو در زندانشون کشتن 300,000 نفر سال چند داره میشه؟ سال 10,000 سال 10,000 تا قتل عام میکرد که اونجا بتونه مقام خودش رو حفظ بکنه این مسائل داره کم کم حل میشه با خیلی مسائل هست داره کلش هم در لیبی در اخیرا من خوندم که در چیز در 1996 درست شبیه هم مسئله ایران در 1996 زندانیان سیاسی بودند 1,600 نفر بودن
اینها اعتصاب قضا کردن باز راه حلشون به همه شد رو بشه 1600 نفر در یک روز قتل عام کردن اینکه دنیا مسائل عجیب غریب اینطوری داره نظر حقوق انسانی و انسانهای وحشی که مسلط میشن به جامعه و چه کار باید باشون کرد این مسائلی که دوتا نیست دیگه از جنگ ها نگه برای جنگ ها فقط بگیم که بعد از جنگ دوم جهانی فکر کردیم که دیگه وقت جنگ تمام شد جنگ کره شاید 1 میلیون کشته داد جنگ ویتنام شاید 3 میلیون کشته داد جنگ ایران و عراق و و و و جنگ های عجیب و غریب که هنوز ادامه داره در دنیا در حال حاضر بیشتر از 1 تریلیون دلار در سال صرف هزینه اسلحه میشه 1 تریلیون چند صفر داره؟ 12 صفر داره این چند مایل دلار میشه بیشتر از 1 تریلیون در سال پول اسلحه داده میشه حالا فکر بکنید اگر که نیمی از این پول البته این پول اصلا میداده میشه که بعد با همین وضع عجیب غریب دنیا که مجبورن شاید که برن همین اسلحه که فروختن با آقای قذافی از بین ببرن دوباره بشین بفروشن بله اینا هم هم مسئله است اینا هم همه مسائل جهانی است که چیکار باید باش کرد جنگ‌های داخلی توی ممالک اصلا به خصوص تو افریقا و آسیا بعد از جنگ جهانی قبلش کار نداریم قبل از بعد جنگ اصلا عجیب غریبه شما حتما کامبودیا رو اونه که همسال سال منسی یاد میاری زیاد دور هم نبود هزار نوستی در دهه 60 بودم پال پا درژین یک سوم این مملکت رو قتل عام کرد یعنی مملکت 7 میلیون داشت یک سومش رو قتل عام کرد جنگ داخلی بین خودشون اون البته مسائل مختلف زیاد بود ولی یا مثلا مملکت گینه مملکت کوچیک هست در افریقای غربی حدود شاید شنیدم 500-600 هزار نفر جمعیت داشت در دهه 80 اصلا اینقدر مملکت کوچیک بود که اصلا خیلی یادمون نیست کی بود چی بود یا آقای دیکتاتوری پیدا شد گفت بابا این خدمات اجتماعی که بهش میگن عرض کنم که دیپارتمنت آف ایژوکیشن چند تحصیل چیزی اینه این دانشگاه اینا همه رو بزید دور اینا به درد نمیخوره فقط ما یک دیپارتمنت میخوام دیپارتمنت آف سکیوریتی که مسئول امنیت سازمان امنیت دیگر داشت همه رو بست بعد این سازمان امنیت ظرف 10 سال 2/3 مملکت رو قتل عام کرد این 400 هزار نفر 200 هزار نفر موندن بالاخره بعد از 10-15 سال وحشیگری بالاخره گرفتنش رو اون آقای پادشاه آقای حکسی بود اون رو اعدام کردن یک دوتا نیست سیرلئون یادتون میاد سیرلئون مملکت کوچکی هست در غرب افریقا اون آقای دیکتاتور یک سیستم دیگه جدیدی به دست آورد این سیستم اون چی بود برای کنترل جمعیت یعنی همه جوانای پسر رو بین سن 12-13 تا 35-40 یعنی چه کرد؟ یه دستش رو قطع کرد یه پاش رو قطع کرد الان هنوز که هنوزه این دهه 80 بسید چه خیلی هست نشدیم نه؟ یه روز گرفتنش ها؟ بله؟ بله گرفتن من خیلی ولی به این دهه 80 بود اینی که مثلا این جور وحشیگری در دنیا هست یا در سودان که هنوز که اون جنوساید که میگن جنوساید اونجا هست آقای پادشاهشون کی اسمشون امیر بشیر عمر بشیر اون آقا فعلا ولی خب جنگ مثبتش خیلی منفی شد مثبتش قصد کنم مثبتش اینه که برای اولین بار در دهه 1990 ما در جهان با کمک به خصوص مملکت غربی به خصوص مملکت اروپایی International Court of Justice ایجاد شد که اون اول برای به خصوص محاکمه Serbian leaders برای سربیان که اخیرا پدیروز هم میکشون گرفتن نه برای اونها بود و بعد
برای دیگر این افرادی که به عنوان رهبر نظامی رهبر مملکت اینجور فجایع ایجاد میکنن، برای اولین بار همچین کورتی در دنیا در هیگ در هلند ایجاد شده و اینها رو که بگیرن محاکمه میکنن. و بعد از اون در 2002 فکرم سال 2002 بود به رسمان International Court of Criminal Justice عنوانش هست که ایجاد شده که وظیفه این به خصوص اینه که افرادی که در تمام این دیکتاتورهای دنیا رو از شرق آسیا گرفته تا به خصوص تا امریکای جنوبی اختار بشون دادن که اگر این قتل عام و وحشیگری رو ادامه بدید شما اولا از مملکت اجازه خروج ندارین به اونایی که اختار دادن، من جمله مثلا آقای بشیر در چیز در سودان و الان اختیاریه برای لیبیان دارن تهیه میکنن که اگر از مملکت خارج بشن بگیرنشون محاکمهشون بکنن بهشون وکیل مدافع بدن با هم چیزایی هست، ولی به هر حال کم کم اینا اونها وحشتشون بگیره. این که باز از جنبه مثبت دموکراسی در دنیا در حال پیشرفت هست به طوری که نمیشه جلوشو گرفت. در مصر دیدیم مسائلی دارن، مسائلی هم خواهد داشت، ولی به هر حال قدمی است به سوی دموکراسی. در سودان دیدیم، در مصر دیدیم، در لیبی میبینیم با وجود مسائلی که هست، عرض کنم که در بقیه خاورمیانه داریم یکی بعد دیگری میبینیم، در یمن، در بحرین هنوز مسائلی هست، هنوز مشکلاتی هست، ادامه داره، در سوریه و در بقیه ممالک. تنها آخرین بررسی که باز در همین تایمز این مجله میکنه، تنها دو جایی که در خاورمیانه دو سه جایی که شاید از این مرحله بگذرن و مفتر برن به قول معروف، یعنی که به این حالت نرسه، دو سه جا رو ذکر میکنم. فکر دو سه جا کجا باشه؟ یکیش عربستان سعودی، ایران، یکیش ترکیه، سه جاست که از این ما همشون اونه که فهم بدید همشون جایی وحشتناکی هست که حالا دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال دیگه درست میشه. عربستان دو سه جایی که فقط کم و بیش مسئله قابل حل هست، یکی مراکشه چون که شاه معتدلی داره گویا و قدم های بسیار بزرگی در راه دموکراسی برداشته، یکی اردن هست و سومی هم ترکیه. بقیه خاورمیانه رو این گام های دموکراسی شروع شده و ادامه خواهد داشت تا به نتیجه قطعی برسه، هیچ شکی درش نیست و تمام بررسی هایی که میکنن به این نتیجه میرسن. من سه دقیقه دیگه به شما وقت ندارم، عرض کنم که این مسائل رو بررسی نکنید، فقط یکی دو تا عنوانش رو اجازه کنید برای اینکه مسائل مختلفی هست. فقط دو تا مسئله دیگه هست، من سه تا رو عنوانش رو ذکر بکنم. یکی موضوع فاندمنتالیزم، فارسی چه میگه؟ بنیادگرایی با تعصبات و خرافات مذهبی. این رو باز در بررسی های جهانی که میکنن میگه که خطرهای بزرگ جهان فاندمنتالیزم هست که ما ملا عمرش رو عرض کنم که اسامه بن لادنش رو انزه قبیل رو دیدیم و البته اونجور افراطی در این طرف دنیا هم هست، منتها خوشبختانه دولت های دموکراسی است و نمیذارن به اونجا برسه و آزادی خودش تعدیل ایجاد میکنه. وقتی یک کسی حرف چرند عجیب غریب با تعصب و خرافات بگه یکم جوابش میده، به همین ترتیب ادامه میده، من تعادل حفظ میشه. ولی الان یک خطای خیلی بزرگ دنیا رو همین تعصبات و خرافات مذهبی و بنیادگرایی عجیب میبینن که مبتلا خیلی عجیبش در خاورمیانه و در بعضی دیگه ممالک جهان میبینیم. مسئله دیگه مسئله وضع اقتصادی هست که خود اون بررسیش
ماها و سالها استادان در این زمینه در گریبانگیرش هستن که اون که خودش سر درازی داره ولی خودم فقط انظر فقط سه چهار جمله راه حل بهاییش رو عرض بکنم راجع مسئله اقتصادی از راه حل با دیانت بهایی عنوانش رو چه میگیم؟ تعدیل معیشت یعنی بهاییت نه فقر رو قبول میکنه نه این پولداری عجیب غریب یک نفر 10 بیلیون 20 بیلیون 30 بیلیون داشته باشه و بعد میلیون ها نفر از در حال فقر باشن این رو از نظر انسانی هیچ دیانتی قبول نمیکنه و دیانت بهایی محکوم میکنه این سیستم اکستریم آف کپیتالیسم دیگه نهایت کاپیتالیستی هست باره و دیانت بهایی نه کاپیتالیستی قبول داره نه سوشالیستی که به عنوان مثل کمونیست که همه مساوی باشن اون رو قبول نداره ولی تعدیل معیشت و ما به عنوان یک بهایی در این زمینه چی کار میکنیم و چه قدم هایی برداشتیم و دیگران رو چجور تشویق میکنیم در این راه و در این مرحله باشن که خودش بحث بسیار مفصلی است موضوع نهایت حل این مسائل رو بهاییت در چی میدونه؟ در بهش میگم که world federalism بله یعنی که یک حکومت جهانی که مثل امریکا عمل میکنه یعنی که مثل امریکا که 50 تا ایالت داره هر ایالتی برای خودشون گاورنر دارن بله مجلس دارن قوه قضاییه دارن و در سطح مملکتی هم هست اروپا هم یورپین یونیون که البته مسائلی داره میدونیم در حال حاضر ولی باز این همچالتی داره ایجاد بشه در سطح جهانی میگن باز همچین حکومتی ایجاد بشه که همه حکومت ها استقلال داخلی داشته باشن ولی مجبور نباشن که $1 trillion پول اسلحه بدن با هم همکاری بکنن که دنیا رو حفظ بکنن این دیکتاتورها رو کنار بذارن دموکراسی بیشتر بکنن از نظر اقتصادی تعادل در دنیا ایجاد بکنن نه پول دست یک کسی باشه که هر سال تکس رو کمتر بکنیم نه که یک عده از فقر و بیچاری باشه الان بیشتر از 1 بیلیون نفر از مردم دنیا در فقر کامل به سر می‌برن آخرین ارقامی که من امروز نگاه کردم نصف جمعیت دنیا یعنی بیشتر از 3 بیلیون در زیر خط فقر هستن زیر خط فقر رو در این بررسی اینجور میگن که وقت اگر شما به طور متوسط هر فرد $5 معادل $5 نداشته باشه بر زندگی این در زیر فقر نصف دنیا و از این جمعیت نصف دنیا که زیر فقر هست 1 بیلیون در گرسنگی کامل به سر میبرن 1 بیلیون و بیشتر از 1 بیلیون محل سکونت ندارن توی کاربرد باکس و از این قبیل زندگی بکنن و از این گونه مسائل و نهایتاً هم با اون جمله اول خواهد میکنم اونی که بهاییت بیشتر از هر چیزی تشویق میکنه تمام افراد دنیا رو من جمله خود بهاییان که ما همیشه در حال جستجوی حقیقت باشیم به این علت که اگه ما همیشه دنبال جستجوی حقیقت باشیم همیشه آگاهیم همیشه روشنیم همیشه در گفتگو هستیم نه خودمون بهایی با هم جمع میشه میگه غیر بهایی نه تو ما نه که مثلا دوست غیر بهایی گفتش که من بهایی نیستم توی اصلا جامعه بهایی نمیام چون اصلا بعد اصلا بیام بشون باشه ما حرف بزن نه اونطوری بعد این معاشرت ها این دوستی ها باعث یگانگی و وحدت و محبت و انسانیت بیشتر در سطح جهان خواهد شد